سلام به حاشیه نیوزی های عزیز و دوست داشتنی، خیلی ممنون از همراهی عالی که با نظامی ترین رسانه یوتیوب دارید. امروز دیگه خیلی براتون مقدمه چینی نمی کنم، فقط بهتون میگم که میخوایم بریم با هم به تماشای تمام سامانه های موشک دفاع هوایی بپردازیم و از قدیمی ترین تا مدرن ترینشون اطلاعاتی رو با هم داشته باشیم و همچنین پررنگ ترین عملیات هایی رو که تا حالا انجام دادن با هم ببینیم. پس تا پایان قسمت اول این برنامه با ما همراه باشید و اگه تا حالا به نظامی ترین کانال یوتیوب نپیوستید، سریع کلید سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. سامانه برد متوسط مرصاد 1. پیشزمینه ساخت مرصاد تلاش ایران برای اوورهال سامانه‌های هاوک آسیب دیده توی جنگ بود که سرانجام به مهندسی معکوس کل سامانه انجامید. اجزای سامانه شامل 3 تا پرتابگر، رادار کاوش، رادار جویا و پس فرماندهی و کنترل هستش. تمامی اجزای سامانه برای تحرک نیاز به کشنده داره. رونمایی این سامانه اواخر دهه 80 رونمایی شد و در سال 1390 تحویل شد. برد رادار کشف این سامانه 150 کیلومتر هستش و برد رادار رهگیری اون 80 کیلومتر و برد درگیری موشک‌هاش هم 40 کیلومتره. این سامانه قابلیت این رو داره که تا ارتفاع 18 کیلومتر با دو هدف همزمان درگیر بشه و همچنین سرعت موشک‌های این سامانه به 2.4 ماخ میرسه. مهمترین تفاوت‌های مرصاد و هاوک عبارتند از ارتقای رادارهای سامانه، حذف سیستم‌های آنالوگ و تغییر به دیجیتال، توانایی مقابله در برابر جنگ الکترونیک و بهینه‌سازی موشک‌ها. دو نوع موشک شاهین و شلمچه از این سامانه شلیک میشه. شاهین بهبود یافته موشک‌های قدیمی و شلمچه تولید جدید. مهمترین تفاوت موشک‌ها هم در رادار اونها هستش. محفظه حمل و نگهداری جدیدی هم برای موشک‌ها تولید شده. پروژه‌های مختلفی برای متحرک کردن هاوک انجام شده و ایده اولیه اون در زمان جنگ و توسط سرتیپ بازرگان انجام شده. در این پروژه تمام اجزای سامانه متحرک شدن که احتمالاً از نمونه اولیه فراتر نرفت، اما تجربه‌ای شد برای سامانه مرصاد 16. سامانه مرصاد 16. مرصاد 16 دیگه ارتقا نیست، بلکه هاوک رو کوبیدن و از نو ساختن، کاملا متحرک. استفاده از موشک شلمچه 2 محفوظ توی کنیستر، اضافه کردن رادار حافظ به سامانه، تجهیز رادار هادی به سامانه الکترواپتیکی از مهمترین تغییرات این سامانه بود. اجزای این سامانه در تصویر قابل مشاهده هستند. به علاوه یه پست فرماندهی که تصویری ازش پیدا نکردیم. همونطور که گفته شد مهمترین تغییر اضافه کردن رادار سه‌بعدی آرای فازی حافظ هستش که توانایی رهگیری 100 هدف رو در برد 250 کیلومتر متر داره. این سامانه توی ماجراهای جنگ قره‌باغ به شمال غرب منتقل شده بود. تحویل این سامانه در سال 1398 صورت گرفت و برد رادار کشف و پیش اختار این سامانه 250 کیلومتره و همچنین برد رادار رهگیری این سامانه 80 کیلومتره و میتونه توی فاصله های 45 کیلومتری با اهداف خودش درگیر بشه. این سامانه میتونه 100 هدف را همزمان رهگیری بکنه و توان درگیری همزمان با 4 یا 6 هدف را داره. سرعت موشک این سامانه 3 ماخ هستش. سامانه برد متوسط سام 6. سام 6 از موفق ترین سامانه های پدافندی ساخت شوروی یا همون روسیه بوده و هست. ایران توی سال 1374 این سامانه را از روسیه خرید. به گفته این منابع 2 تا آتشبار کامل همراه با 120 موشک خریده شد، اما احتمالاً تعداد خیلی بیشتر از این. در هر حال هر آتشبار از 4 پرتابگر 3 فروندی، پست فرماندهی و یک سامانه راداری تشکیل شده. ایران موشک سامانه را با اسم طائر مهندسی معکوس کرده. این سامانه به زودی کاملا از خدمت خارج میشه. این سامانه هم در ایران مدرنیزه شده که خلاصش به این قراره: تعویض سامانه آنالوگ انتخاب هدف متحرک با نمونه دیجیتال، به کارگیری سامانه دسته‌بندی اهداف جایگزینی واحدهای تقویت کننده، جایگزینی نمایشگرها با LCD های رنگی. رادار کشف این سامانه بردی برابر با 75 کیلومتر رو داره و رادار رهگیری این سامانه 45 کیلومتر رو پوشش میده و برد درگیری موشک‌های این سامانه هم 24 کیلومتر هستش. این سامانه تا ارتفاع 14 کیلومتر رو پوشش میده و توانایی درگیری همزمان با 2 هدف داره. حداکثر سرعت موشک‌های این سامانه 2.8 ماخ هستش. سامانه یا زهرای 3، FM80 و هرز 9. در طول جنگ ایران از سامانه کروتال فرانسوی زده‌حال زیادی خورد، تعدادی هم به غنیمت گرفت. بعد از جنگ در راستای ترمیم پدافند برد کوتاه و پر کردن خلأ راپیر به دنبال مهندسی معکوس نمونه‌های غنیمتی رفت و با کمک چین موفق شد. در ایران هر آتشبار شامل 2 خودروی لانچر 4 فروندی و 1 پست فرماندهی، گاهن رادار اسکای گارد هم در کنار سامانه‌ها مشاهده میشه. سامانه مجهز به انبوه حسگرها از جمله تصویرساز حرارتی، دوربین مرئی، مسافت‌یاب لیزری و غیره است که مناسب عملیات در فضاهای آلوده به جنگ الکترونیک هستش.
گونه دیگه سامانه یا زهرا سامانه هرز نهم هستش که یک سال بعد رونمایی شد. از جمله تغییرات توی این سامانه شامل تغییر چینش حسگرها، متحرک کردن سامانه و استفاده از فناوری کشف پسیو هستش. نمونه متحرک یا زهرا 3 کمین 2 سامانه یا زهرا توی سال 1391 رونمایی شد که برد کشف راداری اون 18 کیلومتر هستش و توانایی رهگیری 12 هدف همزمان رو داره و نهایت سرعت موشک‌های اون به 2-3 ماخ میرسه. سامانه رعد. استارت این سامانه زمانی شروع شد که سپاه موشک سام 6 رو مهندسی معکوس کرده بود و خانه پرتابگرهای بیشتری برای موشک های سام 6 بود. توی این تصویر شما یک کامیونی رو میبینید که موشک سام 6 رو پرتاب میکنه و در واقع جد بزرگ این خانواده است، سامانه رعد 1. توی سامانه رعد 1 موشک های سام 6 بهینه شده روی این سامانه نصب شده بودند و به روی یک کامیون تجاری نصب شده بود و از جستجوگرهای الکتروپتیکی سپهر 14 به جای رادار استفاده میکرد. سپهر برای کشف از 2 دوربین حرارتی و 2 دوربین مرئی استفاده میکرد. این سامانه توی سال 1391 رونمایی شد و توی سال 1393 تحویل یگانهای ایران شد. برد کشف و درگیری این سامانه 24 کیلومتر هستش و میتونه تا ارتفاع 14 کیلومتر رو پوشش بده. سرعت موشک‌های این سامانه 2-3 ماخ هستش و توانایی درگیری با یک هدف رو داره. رعد 2. این سامانه یک عملکرد مشابه با رعد 1 رو داره اما به صورت بهبود یافته. سامانه الکتروپتیک اون از 4 تا دوربین حرارتی و 2 تا دوربین مرئی فاصله سنج لیزری استفاده میکنه. همچنین به جای موشک سام 6 از موشک طائر 2A بهره میبره که شاسی حامل هم تغییر پیدا کرده. این سامانه هم توی سال 1391 رونمایی شد و سال 93 هم تحویل رسمی این سامانه صورت گرفت. برد جستجوگر اپتیکی این سامانه 55 کیلومتر هستش و برد رهگیری برابر با 80 کیلومتر داره. فاصله یاب لیزری اون هم تا 80 کیلومتر رو پوشش میده و برد موشک های این سامانه هم 50 کیلومتر هستش و همچنین میتونه تا ارتفاع 25 کیلومتر رو پوشش بده. حداکثر سرعت موشک های این سامانه 2-3 ماخ هستش. سامانه سوم خرداد. این خانواده معروف رو اکثرا به خاطر قتل گلوبال هاک میشناسن. پیش زمینه تولید این خانواده سامانه رد بود اما با رد یک و دو قاطی نکنید. یا به قول وزیر دفاع سوم خرداد به گلوبال هاک تجاوز کرد. قاتل گلوبال هاک یا همون سوم خرداد معروف ترین سامانه پدافندی کشوره. این سامانه از یه رادار آرای فازی قدرتمند و البته گرون قیمت استفاده میکنه و هر آتش بار شامل یه دستگاه سوم خرداد و 2 دستگاه طائر در مجموع 9 موشک هستش. این سامانه از موشک های طائر 2S، صیاد 2 و صیاد 2 اپتیکی و موشک سوم خرداد فرمانی استفاده میکنه و در آینده موشک های با برد 105 الی 200 کیلومتر به سامانه ملحق میشه. نسخه دریاپایی هم توسعه پیدا کرده که احتمالاً روی شناورهای کلاس شهید سلیمانی نصب میشه. سامانه های جدیدتر کشف الکتروپتیکی هم دارن. رونمایی از این سامانه در سال 1393 انجام شد و برد رادار کشف این سامانه 90 کیلومتر هستش و توانایی رهگیری اهداف در 90 کیلومتری خودش رو داره. برد درگیری این سامانه با موشک طائر 2S 50 کیلومتر و تا ارتفاع 25 کیلومتر گفته شده و با صیاد 2S 75 کیلومتر تا ارتفاع 30 کیلومتری و توانایی درگیری همزمان با 4 هدف رو داره. سرعت موشک‌های این سامانه 2-3 ماخ است. سامانه تبس. تبس به نوعی نمونه ارزون قیمت تر سوم خرداد. این سامانه از یه رادار رفلکتوری تخت استفاده میکنه که ظاهری شبیه به بوک 1 داره. این سامانه در ابتدا موشک طائر 2A و بعد از اون طائر 2S رو استفاده میکنه. همچنین توانایی استفاده از موشک های خانواده صیاد رو هم داره. هر آتش بار شامل یه دستگاه تبس و یه دستگاه طائر نمونه بدون رادار و در مجموع 6 موشک رو داره. در نسل دوم با ارتقای زیر سیستم ها فن های خنک کننده اضافه شدن. این سامانه هم در سال 1393 رونمایی شد و برد رادار کشف این سامانه 90 کیلومتر و توانایی رهگیری اهداف رو در 90 کیلومتری داره. برد درگیری این سامانه با موشک طائر 2S 50 کیلومتر و تا ارتفاع 25 کیلومتر هستش و با صیاد 2S 75 کیلومتر تا ارتفاع 30 کیلومتر هست. سرعت موشک های این سامانه هم 2-3 ماخ هستش و توانایی درگیری همزمان با 1 یا 2 هدف و نمونه های جدیدتر تبعث هم از سامانه های الکتروپتیک بهره میبرند. طائر. طائر نسخه بدون رادار سوم خرداد و تبس هستش که توی آتشبارها بهشون لینک میشه. هر 4 آتشبار تبس سوم خرداد یک گردان پدافندی رو تشکیل میدن که یک رادار سه‌بعدی بشیر و یک واحد فرماندهی هم جزء گردان میشن. سامانه HQ2 این سامانه الگوبرداری از سام 2 شوروی بود. ایران در زمان جنگ تعداد زیادی از این موشک‌ها را همراه با نمونه‌های زمین به زمین خریداری کرد و تا چند سال پیش حداقل 4 آتشبار اون فعال بود. هر آتشبار شامل 3 تا 6 لانچ
مانیتور تک فروندی، رادار پیش اختیار، رادار کشف و رادار کنترل آتش هستش. این سامانه در چین ارتقاهای زیادی به خودش دید و هنوز هم به عنوان ستون فقرات پدافند چین عملیاتیه. توی ایران موشک صیاد 1 از روی اون تولید شد. سامانه در حال خروج از خدمت هستش و موشک‌ها به نسخه زمین به زمین و دریا تغییر پیدا می‌کنه. این سامانه توی دهه 60 وارد ایران شد و رادار پیش اختیار اون بردی برابر با 200 کیلومتر رو داره. رادار کشف این سامانه تا 60 کیلومتری خودش رو پوشش میده و برد رهگیری این سامانه از 30 تا 50 کیلومتر برآورد شده. برد درگیری موشک‌های این سامانه تا 34 کیلومتری هستش و تا ارتفاع 27 کیلومتری رو هم پوشش میده. حداکثر سرعت موشک‌های این سامانه 4 ماخ برآورد شده. سامانه S200. این سامانه که به نوعی بلندترین ارتفاع پدافندی کشور هستش، در دهه 70 از روسیه خریده شد، در حالی که عملاً بی‌مصرف‌ترین سامانه ساخت شوروی بوده و هست. از 10 سامانه خریداری شده، 7 سامانه مدرنیزه شده و این سامانه در کشور فعال هستش که اخلالگر پلنا در کنار برخی از سامانه ها مستقر شده. برای سامانه نقش ضد آواکس در نظر گرفته شده و موشک های این سامانه در ایران بهبود پیدا کردن. از جمله تغییراتی که این سامانه در ایران به خودش دید، حذف سیستم های آنالوگ و تغییر به دیجیتال و بهبود سامانه های راداری هستند. این سامانه در دهه 70 وارد کشور شد و رادار پیش اختیار این سامانه بردی برابر با 400 کیلومتر رو داره و رادار کشف و رهگیری این سامانه میتونه اهداف خودش رو در 270 کیلومتری رهگیری بکنه و موشک‌های این سامانه توانایی درگیری اهدافشون رو تا 300 کیلومتری رو دارن و تا ارتفاع 40 کیلومتری رو هم پوشش میدن. رادار اخلالگر این سامانه میتونه تا فاصله 250 کیلومتری اهداف خودش رو درگیری بکنه و سرعت هر موشک این سامانه برابر با 4 ماخ هستش. بدین ترتیب این قسمت از برنامه ما به پایان رسید. تا قسمت بعدی در مورد سامانه‌های ایرانی، خداوند یار و نگهدارتون.